بسم الله الرحمن الرحیم در درس سی و پنجم تجوید قرار داریم در دا درس ما می خواهیم که بیان حکم نون ساکن و تنوین ببینیم و در ارگا وقت بود ما قرائت صورت المسد بکنیم و ببینیم که کدام یکی از احکام در اینجا تطبیق میشه قبلا ما خوانده بودیم که نون ساکن چی را میگن و تنوین چی را میگن و آ آ آ آ و غنه را میخواندیم آل ما غنه را میشناسیم نون ساکنام میشناسیم تنوین میشناسیم آل احکامش را که چی قوانین داره چهار قوانین داره چهار حکم داره یعنی که یکی به نام اظهار میگن یعنی ظاهر شدن یعنی بدون از که تغییر بودی اما طور میخوانیش ادغام یعنی که مدغم میسازی یعنی که نون ساکنه تو در یک حرف دیگه داخل میکنی اقلاب یعنی که تبدیل نون به میم میکنی و اخفایی است که اما نون ساکن تو مخرج یک مخرجش که از ده، از زبان از او را پت میکنی یا اخفا میکنی از امی روی نام شما میشه یکانه چیزی که برای شما نوست لغت اقلاب است اقلاب یعنی تبدیل تبدیل میشه نون ساکن قبل از عرف ب یا حرف ب که ما در دری ب میگیم قبل از حرف ب وقتی که نون ساکن بیایه یا تنوین بیایه ما را به میم تبدیل میکنیم اما با غنه خوب میخوانیمش در اظهار سعی کنیم ما گفتیم که شش حروف حلقی است ارگاهی شش حروف نون ساکن و تنوین قبل از این حروفا ما او را بدون کم و کاست خودش از مخرجش میخوانیم هیچ تغییرش نمیدیم اظهارش میکنیم ظاهرش میکنیم چیزی که از امر رقم میخوانیمش کدام شش حروف است که ما قبلا خوانده بودیم حروف القیره در مخارج یاد مانده باشه که ما گفتیم همزه ها ها عین خا و غاین است این شش حروف است ارگا پیش از شش حروف نون ساکن و تنوین به ما را خودشا می خانیم ایش تغییر نمیدیم سایی کرین علیهم در لغت انعم سیل کنین با الف است نون نون ساکن است پشت سر نون عین آمده چون عین در جمله حروف حلقی است ما نون ساکن در ان بدون تغییر می خانیم. از مخرجش هم تو واضح میگیم ان ان خو دومش سیکن خط دومش و اما من خفت موازینه و اما من من نون ساکن است رنگش سرخ ساختیم سیکنین نون پشت سرش حرف خا آمده خا که ای از جمله حروف حلقی است پس وقتی که ما میخوانیم میره میگیم وَأَمَّا من خفت موازينه اخ خط اخر سيكولين ده انجه ده ذره تين ده تن تن مشي صارش التن تنوين كسره كسرتين است يعني دو كسره اومده تنوين شده و پشت سرش حرف خ اومده خاير خب سعی کنین ما تنها در نظر میگیریم میره که میمیشه چون بعد از بعد از, از کسرتاین حرف خا آمده خا از جمله حروف حلقی است لحاظ ما ایره اظهار میخوانیم ظاهر میخوانیم بدون تغییر چی رقم میخوانیمش؟ فمن عمل مِثْقَالَ ذره خَيْرًا دیگه شب باز بانیم دیگه چیزایش تغییر نده آل باز هم راجی به واقع میزنیم میریم در ادغام در ادغام وقتی که نون ساکن و تنوین قبل از اینمی شش حرف بیه کدام شش حرف است؟ یرملون شش حرف یرملون که ای یا را میم لام واو نون است هرگاه قبل از این نون ساکن و تنوین به این نون ساکن و تنوین در حرف بعدی از این متراه سعی عمل نوشته میشه فمن یعمل اما خوانده میشه فمن خب دیگه شده خط دو میشه ومن يعمل مثقال ذرة شَرًّا يره شرا يره را فتحتين داره تنوين است پشت سرش یا آمده يَا دا فتحه است امرای ادغام میشه را نونش تنوینش دا یا متره و خط آخر اولئك على هدى من ربهم اینجا هدن نوشته شده پشت سرش میم آمده میم در جمله یرملون است ای دال اه اه حرف دال که است دا ای, ای تنوینش در دا میم داخل میشه و در می مر را به نونش ساکن است چون بعد از حرف را آمده را در جمله حروف ادغام یرملون است پس میگیمش که مر بهیم اولائی که علا هدن بهیم اقلاب میریم اقلاب گفتیم که تبدیل میگن نون به میم تبدیل میشه وقتی که نون ساکن و تنوین بیایه بعد از او حرف با یا ب که ما در فارسی میگیم یا در دا میگیم او به سعی کنین من بعد نوشته شده سمیع عن بسیر نوشته شده کلا لیم بذن فی الحوتم یون بذن نوشته شده و وقتی که ما میبینیم سعی بعد از خط اول سعی کنین پشت نون ساکن حرف ب آمده و ما ایره می خوانیم نونه به میم تبدیل می کنیم اما با غنا می خوانیم می خوانیم من بعد من بعد اگر ما بدون غنا بخوانم من بعد می خانم خود با غنا می خوانیم من بعد سمیع بصیر سميع بصير كلا لينبذن في الحطمة لا ليوم بذن ليوم بذن که بعد از نون حرف با آمده که او و میم تبدیل میشه و با با غنه خوانده میشه با اخفا میریم در اخفا دیگه کل غیر از شش حرف دیگه از شش حرف دی و 1 13 غیر سیزده از می 13 حرف باقی دیگه از 28 29 حرف باقی مانده 15 حروف که است کلش اخفا میشه این الانسان این قبلا هم خونده بودیم بما انزل الیک و سیکنین أنزل أنزل وخطوة أخرى سيكون ويسألونك عن ذي القرنين عن عن نشتمشة و بإخفاء خاندمشة عن ذي القرنين خو وميدا سكي شما حكم نون ساكنة و تنمينة فاميدا باشين ما مقبل شما يك معلومات دادم نار باز اي باز پرکتیس قوی میشه. میریم سوره سوره مسد می میبینیم بینیم که در اینجا ما کجا ای احکام نون ساکن و تنوین رو در نظر میگیریم گیریم سعی کنین تبت یدا ابی لهب و تب ببینین که ده لهب حرف ب کسرتین داره یعنی دو دانه کسره داره تنوین کسره داره که اینجا کت واو پشت سرش حرف واو آمده واو در جمله یرملون است ای چی میشه؟ ادغام میشه که ما خواندیم تبت یده ابی و تب خو؟ آیت دو میشه سی ما اغن عنه ماله ما ام و ما کسب عنهو ر عنه عن هو ما سکون است اما همطور اظهار میخوانیم بخاطر که سرش حرفی چی آمده ها حرف ها آمده و از جمله حروف حلقی است ما را بدون تغییر میخوایم.

ذال آمده ذال الف ناران نمیخوانین الفش او مربوط از امون خودش است ببینین که پشت سرش حرف ذال آمده لحاظا ما میخوانیم ایره اخ... چی میکنیم اینجا؟ اینجا ما ایره اخفا میکنیمش سعی کنیم سَيَأْتُونَ لَنَارٍ ذَاتِ لَهَبٍ آياتي تشاره مش زي كنين وامرأته حَمَّالَةَ الْحَطَبِ آياتي بانجي مش زي كنين فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ده حبلون سي كنين حبلون مشتاش ده پشت سرش من و تنوین سر لام که تنوین پیش است او کت میم یک جا میشه چی میشه؟ ادغام میشه وقتی که ادغام شد ای میشه حبلم میم بعد از او منشه کنین نون ساکن است پشت سرش میم آمده هم دگه دوباره ادغام میشه فی جیده حبلم مسد آخر قلقله یادتان نره امید است که این درس برتان فامانده شده باشه و ما احکام نون ساکن تنوین و تطبیق از در سوره سوره المسد گفتیم و گفتیم که نون ساکن و تنوین چهار حکم داره که اظهار است ادغام است اقلاب است اخفا است السلام علیکم و رحمت الله و برکاته